باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در ژاپن که امسال برگزار کننده کنفرانس سالانه هفت قدرت بزرگ صنعتی جهان هست، دلایل رفتن به شهر هیروشیما رو تشریح کرد که 70 سال پیش صحنه نخستین بمباران اتمی در جهان بود. آقای اوباما گفت که هدف او فقط یادآوری عواقب آن بمباران نیست که با همه مرگبار بودنش به جنگ جهانی دوم پایان داد، بلکه او می‌خواهد مانع از تکرار اقداماتی بشود که می‌تواند به کشتارهایی به مراتب وحشتناک‌تر بیانجامد. گزارشی داریم در این باره. گفتگو و تبادل نظر در مورد چالش‌های جهانی نیاز به آرامش و باز کردن ذهن دارد. برای این کار نخست وزیر ژاپن معبدی 2000 ساله را انتخاب کرده بود که مقدس‌ترین محل برای پیروان مذهب شینتو است. رهبران هفت کشور صنعتی جهان در چنین فضایی به بحث در مورد تجارت، سیاست‌ها، بهداشت و اقتصاد جهانی پرداختند. ما هم نظریم که اقتصاد جهان با ریسک بزرگی مواجه است. برای مقابله با آن، ما طرح اقتصادی موسوم به آیس شیما را تهیه کردیم. تکنولوژی نیست که اکنون جای خاصی در جهان دارد و حرکت به سمت دیجیتال کردن ساختار اقتصادی از جمله راهکارهایی است که رهبران مد نظر داشتند. ما صحبت زیادی در مورد امکان دیجیتال کردن انجام دادیم که تغییر عمده‌ای در بازار کار خواهد بود و امکان رشد را بیشتر می‌کند. در مورد اختلاف‌های کشورهای خاور دور با چین بر سر مالکیت‌ها در دریای چین، رهبران هشداری محکم با آن کشور و یا هر کشور دیگری دادند که بخواهد کنترل منطقه را به دست بگیرد. اختلاف کشورهای منطقه با چین بر سر مالکیت بر یک سری جزایر و حریم آبی است. تروریسم و تسلیحات اتمی نیز البته در دستور کار بود. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری خود یکی از اهداف جهانی مطرح در جلسات را کاستن زمینه‌های جلوگیری از بروز یک جنگ اتمی دانست. ما به نوعی در چند سال گذشته در این راه پیشرفت کرده ایم. توافق هسته‌ای با ایران بخش بزرگی از این تلاش است، زیرا بدون شلیک یک گلوله توانستیم کشوری بزرگ و پیچیده را که برنامه اتمی پیشرفته‌ای داشت وادار کنیم سلاح هسته‌ای تولید نکند. در کنار موضوع‌های سیاسی، فرهنگ هم جای خود را در این گونه نشست‌ها پیدا کرده است. رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد برگزاری نشستی با شرکت وزرای فرهنگ کشورها در ابوظبی را مطرح ساخت. پیشنهاد می‌کنم در مورد جلوگیری از دستیابی افرادگرایان و مجرمان به آثار باستانی نیز صحبت کنیم. خارج از محوطه اجلاس و به فاصله 70 کیلومتری گروهی نسبتاً کوچک دست به تظاهرات علیه این نشست زده بودند. عسل رحمانی، صدای آمریکا.